ایرانیان نیو ایر. من امروز اینجام تا نوروز رو در کنار شماها جشن بگیرم. امروز هم دقیقا مثل برنامه‌های گذشته قراره که با هم از روی کتاب داستان قصه بخونیم و کلی شعر جدید یاد بگیریم. بذارین همین اول برنامه تا چیز دیگه نگفتم به همتون یه سلام گرم و درست و حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و خوشگل و باهوش و مرتبی که اومدین و این برنامه رو از خونه هاتون تماشا میکنین. امروز عید نوروز و من به همین خاطر براتون کلی شعر راجع به عید و نوروز و بهار آماده کردم. اولین شعری که دوست دارم براتون بخونم راجع به خود بهاره. فصل بهاره، هی عید دوباره، هی فصل بهاره، آره بابا عید دوباره، اما نوروز واسمون عیدی میاره، اما نوروز واسمون عیدی میاره. عید دیدنی و شادی، شیرینی و چای و آجی، بازم عیدی میگیریم از همه اهل فامیل. عید دیدنی و شادی، شیرینی و چای و آجی، بازم عیدی میگیریم از همه اهل فامیل. فصل بهاره، هی عید دوباره، هی فصل بهاره، آره بابا عید دوباره، اما نوروز واسمون عیدی میاره، اما نوروز واسمون عیدی میاره. این شعر چطور بود؟ دوست داشتین؟ خوب حاضر آمادتون کرد واسه فصل بهار؟ شعر بعدی هم که باز میخوام بخونم راجع به عیده. این شعر یه ذره آرومتر. شد شب عید، سال جدید، جوونه زد درخت بید، حالا باید دوید دوید، پرید بالا پرید پایین، خونه تکوند جارو کشید، گردگیری کرد اتاق و چید، شیرینی و آجیل خرید، رخت پاک و تمیز پوشید، رفت اینو دید، رفت اونو دید، گفت و شنید تبریک عید. شعر بعدی هم که آماده کردم راجع به فصل بهاره. آهای آهای بهاره، بهار صفا میاره، گلهای زرد و لاله رویده هر کناره، بهاره و بهاره، بهار صفا میاره، بلبل رو شاخه گل، گنجشک روی چناره، داره آواز میخونه، این آغاز بهاره، بهاره و بهاره، بهار صفا میاره. تا اینجا مطمئنم که کلمه بهار و عید رو تو شعرهای من به اندازه کافی تا الان شنیدیم. اما بریم ببینیم بهار کیه؟ عید چیه؟ و از همه مهمتر شما چه کمکایی میتونین به مامانتون یا باباتون بکنین که امسال عید رو بهتر برگزار کنین؟ شما میدونین بهار چیه؟ یا بهار دقیقاً کیه؟ یک کمی فکر کنین. بهار یکی از فصلای ساله. بهار یا سپرینگ اولین فصل سال ایرانی هست. اولین روز فصل بهار رو بهش میگن نوروز که ایرانی ها و خیلی های دیگه هر سال اون رو جشن میگیرن. نوروز آداب و رسوم خودش رو داره. هر سال نزدیک عید که میشه یه سری کارا رو میتونیم انجام بدیم. مثلا خیلی با دقت برین همه جای خونتون رو نگاه کنین. اگه دیدین جایی خاک نشسته
یا کثیف و نامرتبه بریم اونجا رو تمیز کنیم. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم این هستش که سبزه سبز کنیم. قبل از عید میتونیم بریم خریدای سفره هفت‌سین رو بکنیم تا میز هفت‌سینتون رو بچینیم. شما میتونین همراه بزرگترتون برین برای خرید تا کمک کنین یه سیب درشت قرمز خوشگل برای هفت‌سینتون انتخاب کنین. کار دیگه‌ای که میتونین بکنین این هستش که توی رنگ کردن تخم مرغا به بزرگتراتون کمک کنین. من خودم این تخم مرغا رو با رنگ خوراکی رنگ کردم، اما هر مدلی یا هر رنگی که دوست دارین میتونین تخم مرغای هفت‌سینتون رو درست کنین. یه کار دیگه که میتونین بکنین این هستش که چند هفته مونده به عید شروع کنین سبز درست کردن یا سبز سبز کردن، که برای این کار میتونین از عدس، ماش یا گندم استفاده کنین تا یه سبزه خیلی خوشگل برای میزتون حاضر و آماده کنین. یکی دیگه از کارهایی که توی جشن نوروز میشه انجام داد این هستش که رفت دیدن بزرگترا و به اونا عید رو تبریک گفت. معمولا وقتی شما میرین دیدن یه بزرگتری، بزرگترا به شما عیدی میدن که به نظر من بهترین قسمت جشن نوروزه. حالا این عیدی میتونه یه وسیله به درد بخور باشه یا پول باشه. دیگه خودتون میدونین که با کادوی عیدیتون چی کار میخواین بکنین. حالا قبل از اینکه سفره هفت‌سینم رو به شما نشون بدم میخوام که براتون یه داستان تعریف کنم. داستانی که خیلی قدیمی هست و مطمئنن همه پدر بزرگ مادر بزرگاتون این داستان رو شنیدن. بریم و این داستان شیرین رو با هم از روی کتاب بخونیم. کتابی که امروز براتون انتخاب کردم اسمش هست عمو نوروز و ننه سرما. این کتاب رو خانم حدیث لذر غلامی نوشتند و نقاشی های خیلی خوشگل این کتاب رو خانم آمنه اربابون کشیدن. این کتاب محصول انتشارات شهر قلم هست. مطمئنم با هر سن و سالی که دارین از شنیدن این قصه لذت خواهید برد. بریم و با هم قصه رو شروع کنیم. یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. خیلی از آدم ها یه روزی عاشق هم شدن و شاید هم با هم ازدواج کردن. اما توی شهری که یه کوه داشت و یه دشت، پیرزن و پیرمردی بودن که عاشق هم بودن، اما هیچ وقت حتی با هم حرفم نزدن. پیرمرد توی کوه زندگی میکرد و اسمش عمو نوروز بود. پیرزن توی دشت زندگی میکرد و اسمش ننه سرما. امسالم مثل هر سال آخر زمستون که شد، عمو نوروز از کوه پایین اومد. عمو نوروز با عصای چوب گردو، شلوار و کفش قهوه‌ای سوخته، پیراهن سبز جلبکی، جلیقه مخصبسته‌ای و کلاهی وری، عطر زده و خوشتیب از آرایشگاه بیرون اومد و از کوه به سمت دشت به راه افتاد. کی پشت سرش بود؟ باد بهار. کی منتظرش بود؟ ننه سرما. ننه سرما با پیراهن صورتی و دامن چینچین بنفش، کت کوتاه قرمز دونه اناری و کفش پوست پیازی اسفند دود کرد. آینه را پاک کرد. سبزه و سیر و سماق و سرکه و سنجد و سمنو رو توی سفره هفت‌سین گذاشت. نارنج رو توی کاسه آب انداخت، شیرینی‌های نخودچی رو توی ظرف چید و منتظر نشست که عمو نوروز برسه و بالاخره همدیگر رو ببینن. قلبش چی میگفت؟ تپ تپ تپ. لب‌هاش چی؟ قرمز و گل انداخته. ساعت چی میگفت؟ تیک تاک تیک تاک تیک تاک. ساعت میخواست بگه که سال کی تحویل میشه و عمو نوروز کی به خونه ننه سرما میرسه. اما اونقدر تیک تاک کرد که ننه سرما چرتش گرفت.
سرش افتاد روی زانوش و بالاخره خوابش برد و خورخورش به آسمون رفت. چجوری؟ اینجوری. عمو نوروز که دیگه خیلی به خونه ننه سرما نزدیک بود، صدای خورخور رو شنید. با اینکه خیلی دلش تنگ شده بود، فکر کرد دیگه نره تو، اما دلش طاقت نیاورد. با عصاش آروم در خونه رو باز کرد و رفت تو. ننه سرما مثل یه نخل توی قندون به پشتی لم داده بود. عمو نوروز مثل هر سال با خودش فکر کرد نگاش میکنم و براش عیدی میذارم، اما از خواب ناز بیدارش نمیکنم. یک کمی به خورخور ننه سرما خندید. دو تا شیرینی خورچی گذاشت دوور لپش، اسفند رو دور سر ننه سرما چرخون. نارنج رو نصف کرد و نصفش رو خودش خورد و نصف دیگرش رو گذاشت برای ننه سرما. ساعت هنوز داشت تیک تاک میکرد و به عمو نوروز میگفت که دیر شده. عمو نوروز باید تا ته دشت میرفت تا بهار سر برسه. برای همین عیدی رو گذاشت کنار پشتی و لپ سرد ننه سرما رو بوسید. چجوری؟ اینجوری. و با دل تنگ از اونجا رفت. رفت و رفت تا به ته دشت رسید. اون ور کوه. درست جلوی در خونش. به درختا نگاه کرد و بهار شد. درخت سیب شکوفه داد. باد بهاری اومد و بوی شکوفه رو برد زیر دماغ ننه سرما. ننه سرما که سیر خواب شده بود، با عطر شکوفه سیب از خواب بیدار شد. دید عیدیش کنار پشتیه. یه نصف نارنج براش مونده و آتیش اسفندش هم خاموش شده. چشماشو یه لحظه روی هم گذاشت و آه کشید. امسالم خوابش برده بود و عمو نوروز رو ندیده بود. گل سرش رو وا کرد و سرش رو برگردوند و آینه رو دید. عمو نوروز ماتیک ننه سرما رو برداشته بود و روی آینه با خط خیلی خوب و رنگ گل بهی با شکل یه چشمک نوشته بود: آه نکشی ها، یه بارم تو پاشو بیا سمت کوه تا هم دیگر رو ببینیم. عیدتم مبارک. قصه عمو نوروز و ننه سرما رو دوست داشتیم. من که واقعا از خوندن این قصه لذت بردم. حالا دوست دارم که بهتون سفره هفت‌سینم رو نشون بدم و بگم من امسال از چه وسایلی استفاده کردم که سفره هفت‌سینم رو بچینم. قبل از اینکه دونه دونه ببرم وسایلی که استفاده کردم و نشونتون بدم، دوست دارم بهتون یه توضیح کوچولو بدم. وسایلی که من استفاده کردم رو سفره ممکنه که با وسایلی که شما رو سفرتون چیدین متفاوت باشه. و این هیچ اشکالی نداره، چون هر خانواده ای ممکنه که وسایل مختلفی استفاده کنه برای سفره هفت‌سینه. نه فقط هر خانواده، بلکه ممکنه که آدمایی که توی منطقه به خصوص زندگی میکنن سفره هفت‌سینشون رو متفاوت بچینن، که همونطور که گفتم هیچ اشکالی نداره. حالا بذارین بهتون سفره هفت‌سینی که من با استفاده از وسایلی که تو خونم داشتم چیدم رو نشونتون بدم. اول از همه شمع گذاشتم سر سفره هفت‌سینم. شمع یا کندل. وسط شمعم از آینه یا میرور استفاده کردم. جلوی آینم سبزه گذاشتم که در واقع یه گیاهه یا پلنت، که من سبزه امسال نذاشتم و سعی کردم از گیاهی که خیلی سبز بود تو خونم استفاده کنم. سر سفره من یه لیوان سرکه هست یا وینگر. سر سفره من یه گل میبینین که به این گل سنبول میگن یا هایسن. انقدر بوی خوبی داره که نمیتونین فکرشو کنین. جلوی میز هفت‌سین من چند تا سیب قرمز یا اپل میبینین. یکم جلوتر سر سفره‌ام شما سیر رو میبینین یا گارلیک. جلوی میز من
یک سری تخم مرغای رنگی یا اگ هست. اونورتر شیرینی گذاشتم و توی ظرف کوچولو هم سماق یا سومک استفاده کردم. آخرین مورد روی سفره هفت‌سین من سکه یا کوین هست. حالا شما میتونین بگین همین وسایلی که استفاده کردم روی سفره هفت‌سینم چه نقطه مشترکی دارن؟ آفرین، همه اینا با صدای یا حرف سین شروع میشن، مثل سنبول، سبزه، سیر، سیر یا سرکه. حالا چرا به این میز یا سفره سفره هفت سین میگن؟ یک، سبزه. دو، سرکه. سه، سنبول. چهار، سیر. پنج، سیر. شیش، سماق. و هفت، سکه. به خاطر چیزایی که توضیح دادم به این سفره سفره هفت سین میگن. شماها سفره هفت سینتون رو چه جوری میچینین؟ شما از چه وسایلی استفاده کردین که من استفاده نکردم؟ برین و حتما سفره هفت سینتون رو نگاه کنین با دقت و ببینین که از چه وسایل دیگه ای میشه استفاده کرد برای چیدن این میز. یکی از چیزای دیگه که سر سفره هفت سین میذارم و من امسال نداشتم ماهی هست. همیشه ماهی قرمز یا گلدفیش سر سفره هفت سین ایرانیا قرار داره. درسته که ماهی ندارم، اما یه شعر قشنگ راجع به ماهی بلدم بخونم. توی آبی دریا ماهی های رنگ و رنگ، بالا و پایین میرن با پولک های قشنگ، سرخ و سفید و زردن میونه رنگ آبی، با هم دیگه میخونن بابا جواب تابی. اینم از شعر ماهی. قبل از اینکه بریم و شعر خدافظی رو بخونیم، دوست دارم که یک کمی کوچولو راجع به بهار براتون توضیح بدم. همونطور که گفتم سپرینگ یا بهار اولین فصل تقویم ایرانیاست. بهار که میشه اگه به هوا دقت کنین کم کم گرم و گرم و گرمتر میشه. اگه به روزا دقت کنین روزا طولانی و طولانی و طولانی تر میشن. اگه برین بیرون و به گیاها دقت کنین میبینین که تو فصل بهار همه گیاها جوونه های سبز و کوچولو میزنن. بهارم مثل بقیه فصلهای سال قشنگی های خودشو داره. حالا گفتیم وقت چیه؟ وقت خدافزیه. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. میگیم خدا نگهدار. عید همگی شما مبارک. Happy Norooz. خدا